امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نتیجه گیری از سفرهای کاری به شهر و ناحیه های ولایت ختلان تحلیل و بررسی جریان کارهای آبادانی و بنیادکاری وضع امروزه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر و ناحیه ها و آشکار نمودن یک قطار کمبودی های جدی در فعالیت راهبران بعض ناحیه های ولایت تغییرات کادری به عمل برآوردند. با فرمان های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیسان شهر نارک، ناحیه های کوشانیان، وخش، یاوان، جیهون، پنج، شهر توس، ناصری خسرو، واسه، تیمورملک ولایت ختلان و ناحیه سنگبار از وظیفه هایشان آزاد گردیده بجای آنها راهبران کاردان و مسئولیت شناس و دارای نشان دهنده های خوب مهنتی تعیین گردیدند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کادرهایی را که به وظیفه های مسئول دولتی تعیین گردیدند به خدمت صافدلانه و پاک وجدانانه وسعت کارهای آبادانی و سازندگی در همکاری با صاحبکاران وطن دوست دیگر شخصان سخاوت پیشه و اهالی بنیاد از نوسازی انشاءات تعینات گوناگون به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره قانون اجرا نمودن وظیفه های خدمتی دعوت نمودند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس شهر نارک ولایت ختلان آزاد نمودن حرمتزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم حرمتزاده فتح‌الله ظریف با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس شهر نارک ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان آزاد نمودن جباری غفور مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم جباری غفور با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه وخش ولایت ختلان آزاد نمودن شربت الله مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم شربت الله عزیز الله با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه وخش ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه یاوان ولایت ختلان آزاد نمودن امیربک تیمور مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم امیربک تیمور با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه یاوان ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه جیهون ولایت ختلان آزاد نمودن امینزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم امینزاده فاتح فیض‌الله با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه جیهون ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه 5 ولایت ختلان آزاد نمودن سیف الدین زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سیف الدین زاده محمد یونس کبود با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه 5 ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه شهر توس ولایت ختلان آزاد نمودن آی محمد زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم آی محمد زاده رمضان علی خان با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه شهر توس ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه ناصری خسرو ولایت ختلان آزاد نمودن صدرالدین زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم صدرالدین زاده نوریدین طلبک با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه ناصری خسرو ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.
فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان آزاد نمودن غفورزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. غفورزاده موسی ظریف با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه تیمورملک ولایت ختلان آزاد نمودن اصلزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. اصلزاده امام الدین مهردین با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه تیمورملک ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه سنگور آزاد نمودن شاهیان مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. شاهیان ظریف خوجا فقیر با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه سنگور آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن ولی زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند ولی زاده اکرام الدین سراج الدین با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس شهر نارک ولایت ختلان تعیین نمودن قربان زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. قربان زاده هلال بی جمعخان اجرا کننده وظیفه رئیس شهر نارک ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان تعیین نمودن ولی زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. ولی زاده اکرام الدین سراج الدین اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه وخش ولایت ختلان تعیین نمودن یوسفو مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. یوسفوف قربانعلی قوتوویچ اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه وخش ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه یاوان ولایت ختلان تعیین نمودن سعید زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. سعید زاده جمشید همرو اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه یاوان ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه جیهون ولایت ختلان تعیین نمودن آدینه زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. آدینه زاده عبدالحفیظ عبدالستار اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه جیهون ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه 5 ولایت ختلان تعیین نمودن شاهیان مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. شاهیان ظریف خوجا فقیر اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه 5 ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه شهرتوز ولایت ختلان تعیین نمودن جبوری غفور مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. جبوری غفور اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه شهرتوز ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه ناصری خسروی ولایت ختلان تعیین نمودن نشان زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. نشان زاده دوران نظرعلی اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه ناصری خسروی ولایت ختلان
تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان تعیین نمودن شربت الله. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. شربت‌الله عزیزالله اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه تیمورملک ولایت ختلان تعیین نمودن امین زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. امین زاده فاتح فیض‌الله اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه تیمورملک ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه سنگور تعیین نمودن دولت زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. دولت زاده محمد شاه غیرت اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه سنگور تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.